با نام و یاد خداوند مهربان میریم بقیه درس 13 هم از فارسی بخوانیم سال 4 دبستان رو بررسی میکنیم که مربوط بود به درس لطف خدا. واژه آموزی. مکتب اتاقی بود بزرگ که همه گرداگرد آن روی زمین می نشستیم. داره به شما لغت‌های جدیدتری رو یاد میده. گرداگرد یعنی دور تا دور. بر اثر بارندگی زیاد رودخانه لبالب از آب شده بود. لبالب یعنی پر. سراسر دشت پر از شقایق‌های وحشی بود. سراسر یعنی همه جای دشت. صدای تکبیر دمادم از هر سو شنیده می شد. دمادم یعنی هر لحظه. تکبیرم یعنی الله اکبر. بریم به تمرین بعدی. در تمرین بعدی تصویری هست. شما به این تصویر نگاه می کنید. بعد از شما خواسته بعد از اینکه این تصویر رو دیدید این کار رو انجام بدید. نگاه کردم به تصویر. تصویر رو با دقت ببین و به جزئیاتش توجه کن. تفکر برای فهمیدن معنی تصویر فکر کنید و مطالبی را که از تصویر برداشت کرده اید در ذهن خود مرور کنید. یعنی یه نگاه به تصویر می کنید و بعد از اینکه جزئیاتش رو بررسی کردید بر اساس اون چه که می فهمید و درک می کنید باید چه کنید؟ مطلب آماده بکنید. خب گفتار رو چه میکنید؟ هر وقت آماده شدید روی صندلی معلم بنشینید و درباره برداشت خود از تصویر برای دوستانتان صحبت کنید. یعنی بعد از اینکه خوب به تصویر نگاه کردید، خوب فکر کردید، مطالب رو تو ذهنتون مرور کردید، مینشینید روی صندلی معلم و بر اساس آنچه که دریافت کردید و ادراک کردید در مورد تصویر صحبت میکنید. بریم سراغ تمرین بعد. در این قسمت بریم سراغ شعر امید. بخوان و حفظ کن. از شما خواسته میشه که این شعر زیبا رو بخوانید و حفظ کنید. این شعر از پروین اعتصامی است. در مورد پروین اعتصامی، این شاعر پرآوازه ایرانی متولد تبریز، در ویدیوی قبلی توضیح داده بودم. میتونید به ویدیوی قبلی رجوع کنید و اطلاعات هر چند مختصری در مورد این شاعر بزرگوار به دست بیارید. قبل از این که شعر رو بخونم یه توضیحی در مورد اجزای تصویر بدم که موقع خوندن شعر براتون درکش راحت تر باشه. هرچند که بعد از این که شعر رو یه بار خوندم تموم شد توضیح خواهم داد. در این شعر شما یک پرنده شکاری میبینید، بهش میگن باز، که خیلی سریع پرواز میکنه و شکارچی ماهری است. اینجا یک کبوتری رو میبینید، بچه کبوتری، این هم درختی است. و در این قسمت یک شکارچی که دستش به تیرکمان هست و آماده رها کردن تیر. حالا بریم بر اساس این فضایی که دیدید شعرمون رو بخونیم و ببینیم جریان چیه. شنیدستم که شهبازی کهنسال کبوتر بچه ای را کرد دنبال. زبیم جان کبوتر کرد پرواز، به هر سو تاخت تازان از پیش باز. به دشت و کوه و صحرا بود پران، ز چنگ باز شاید در برد جان. اجل را دید و شست از زندگی دست، درختی در نظر بگرفت و بنشست. نظر کرد آن نگون اقبال بر زیر، که صیادی کمان بر کف به زه تیر. به زیر پای صیاد و به سر باز، نه بنشستن صلاح است و نه پرواز. به کلی رشته امید بکس است، در آن دم دل به امید خدا بست. چون امیدش به حق بودان کبوتر، نجات از مرگ دادش حی داور.
بزد ماری به شست پای صیاد، قضا بر باز خورد آن تیر و افتاد. به خاک افتاد هم صیاد و هم باز، کبوتر شاد و خندان کرد پرواز. از خانم پروین اعتصامی. خب ببینیم این شعر زیبا چه مفهومی داره و چه پیامی. میگه که شنیده بودم که، حالا منظوری که شنیدیم، که یک شهباز کهنسال، یعنی یک بازی که سن و سالش بالا بوده، یک کبوتر بچه رو، یه بچه کبوتر رو دنبال میکرده، میخواسته شکار کنه و بخوره. از ترس جان این کبوتر هی پرواز میکنه. خب این پرنده، پرنده شکاریه، سرعت و قدرتش خیلی بالاتر از یک کبوتره، به سرعت میتونه رو شکار کنه. میگه به هر سمتی تاخت میکرد، یعنی با سرعت پرواز میکرد، این باز و پرنده شکاری هم با سرعت در پشتش حرکت میکرده که اون رو بگیره. به دشت و کوه و صحرا همه جا پرواز میکرد تا بتونه از چنگ این باز خودشو نجات بده، شاید بتونه خودشو نجات بده. اجل رو دید، یعنی با چشمش مرگ رو دید این کبوتر که دیگه رفتنیه و اصلا دست از زندگی شست. یه درختی پیدا کرد، رفت روی اون درخت یه لحظه بشینه و ببینه چیکار میتونه بکنه. اون نگونبخت، یعنی اون بیچاره، اون بدبخت، منظور این کبوتر است، یه نگاهی به زیر درخت کرد. وقتی به زیر درخت نگاه کرد، دید که یه صیادی، یه شکارچی، کمانش رو، تیر کمانش رو گرفته تو دستش، آماده کرده، تیرم گذاشته قشنگ اون جایی که قراره اون رو پرتاب بکنه و اون زه رو آماده کرده و کشیده که میخواد به سمت این کبوتر شلیک کنه. در زیر پاش صیاد رو میبینه و بالای سرش باز رو میبینه، اون کبوتر، اون پرنده شکاری رو میبینه. میبینه نمیتونه بشینه، چون بشینه شکارچی میزنتش و نمیتونه پرواز کنه، چون اگر پروازم بکنه باز میگیرتش. میگه به طور کلی دیگه امیدشو برای نجات از دست داده بود. در اون لحظه، یعنی در اون لحظه ناامیدی، واقعا دل به خدا میبنده. اینجا باز اشاره به توکل است که همه ماها ممکنه تو زندگی به دفعات دچار صحنه‌ای بشیم که امید از کف میدیم، میگیم دیگه تموم شد، راهی نیست. این داستان‌ها تمثیلیه برای اینکه ماها درسی بگیریم و مطلبی رو یاد بگیریم. پس این کبوترم واقعا تو اون لحظه دل به خدا میبنده. میگه چون واقعا دل به خدا میبنده و صمیمانه و بدون واسطه از خدا کمک میخواد، اینم باز یه نکته داره. یه وقتایی هست که ما میگیم که وای خدایا من از تو کمک میخوام، به تو پناه میبرم، ولی خیلی صمیمانه و واقعی نیست. به عوامل دیگر دل بستیم و از صمیم قلب از خدا کمک نمیخواییم. یک کمک خواستن صمیمانه از خدا. میگه چون این حالت رو این کبوتر داشته، خداوند اون رو از مرگ نجات میده. اون خداوند حی، یعنی خداوند زنده. خب شاید سوال پیش بیاد برای دانش آموزان که خب ما هم زنده ایم. نه، زنده بودن خدا با ما ها فرق میکنه. خدا همیشه زنده است، همیشه زنده، ولی زنده بودن ما انسان ها یا چیزهای دیگه ای که دور برمون زنده هستن، یک زنده بودن موقتی است و هیچ کس از لحظه بعدش خبر نداره و همیشه ما باید منتظر باشیم که لحظه این پیش خواهد آمد که ممکن است هرچی که حالت زنده داشته اونها از بین بره. بعد این خداوند دادگر، خداوندی که زنده هست، نقشه میکشه که این پرنده رو نجات بده. چجوری؟ بزد ماری به شست پای صیاد. یه ماری میاد این پای صیاد رو، این شست پاشو، انگشت پاشو نیش میزنه. بعد این تعادلش رو دست میده و از قضا، یعنی اون تقدیر خدا، اون بر اساس خواسته خداوند، این تیر که رها میشه میخوره به باز، یعنی میخوره به اون پرنده شکاری و اون پرنده شکاری بر اثر
تیر خوردن میفته. قضا بر باز خوردان تیر افتاد، به خاک افتاد هم صیاد و هم باز. یعنی بر اثر این نیش زدن مار که خواست خداوند بوده، هم تیر میخوره به باز، باز میفته و هم صیاد تعادلش از دست میده و اون هم میفته. کبوتر شاد و خندان کرد پرواز. و در این شرایط این کبوتر ما شاد و خندان با لطف خداوند و امید حقیقی که به خدا بسته بود نجات پیدا میکنه. و این هم باز شعر زیبایی از پروین اعتصامی است. امیدوارم همه ما این توکل و باور واقعی رو به خداوند داشته باشیم و در لحظات سخت امیدمون رو از دست ندیم. شما رو تا درسی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. خدا حافظ.